بسم الله الرحمن الرحيم. منتها یه عده‌ای هستن که بعد از اینکه خودشون میرسن نورانی میشون، میتوانن فضا رو برای دیگران هم نورانی کنن، دیگران رو هم متصل کنن به این سرچشمه هدایت. این هم یک مقام معیته که انسان وقتی به امام رسید، همراه با امام شد، میتواند دیگران رو هم همراه کنه. این همون درک مقام شفاعته. اگر کسی مقام شفاعت امام رو درک کرد، میتواند واسطه فیض امام بشه، میتواند واسطه هدایت دیگران بشه، میتواند دیگران رو هم به امام علیه السلام متصل کنه. که حالا در زیارت عاشورا با این مضامین آشنا هستید. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. از خدای متعال درخواست میکنیم که ما رو به مقام محمود برسونه، مقام محمود سید الشهدا، ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. اون مقام محمودی که شما در نزد خدای متعال دارید، ما به اون مقام محمود برسیم. مقام محمود مقام شفاعت دیگه. حضرت مقام شفاعت دارن، چراغ هدایتی هستن که عالم رو روشن میکنن، قلوب رو روشن میکنن، همه انسانها رو به وادی نور و هدایت دعوت میکنن و با دستگیری ایشون مؤمنین، انبیا، اولیا به درجات کمال میرسن. این مقام محمود حضرته. رسیدن به این مقام محمود معناش همینه که ما متصل به این مقام بشیم، ما هم بشیم یه نهری از این دریای بی‌منتها. از طریق ما دیگران احیا بشن، از طریق ما دیگران به نور و هدایت برسن. کما اینکه امام علیه السلام سرچشمه حیاته، عین الحیاته، کلمه روح هست. کما اینکه امام علیه السلام سرچشمه نور و هدایت هست، کلمه نور الهی است. اگر کسی متصل به امام شد، ممکنه در یه موقفی قرار بگیره که یه نهری بشه از این دریا در وجودش جاری بشه، دیگران هم سیراب بشن از طریق او، دیگران هم به حیات برسن، دیگران هم به نور برسن. مؤمن اگر رشد یافته باشه، میتواند واسطه ی حیات بشه، نفسش میشود نفس محیی. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. اون کاری که حضرت مسیح میکرد از فیض روح القدس بود، از فیض وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون بود. اون حقیقت بود که در وجود مقدس حضرت عیسی جلوه کرده بود. اگر کسی به امام متصل شد در درجات رشد انسان، میشود این طور بشی، میشه انسان به یه مقامی برسد که بشود نفسش محیی، بشود چراغ هدایت دیگران. اینه که دعوت کردن به همراهی مؤمن، گفتن اگر یه جایی مؤمنی پیدا کردید ازش جدا نشید. این مؤمن همه ورود و خروجش در وادی نور و هدایت، شما رو گمراه نمی کنه، از او جدا نشید. به خاطر همینه کسی متصل به امام شد، انسانی که به امام متصل میشه، صفات امام، برکات امام در وجودش نازل میشه. این همون ان یبلغن المقام المحموده. در معیت ابتدا معیت انسان باید به همراهی برسه، ولی این همراهی اگر به کمال رسید، میشود ان یبلغن المقام المحموده لکم عند الله، مقام دستگیری پیدا میکنه و میتواند دیگران رو هم به سرچشمه حیات وصل بکنه. دیگران با اتصال به او به امامشون وصل میشن. دست دیگران رو میگیره، دعوت به خودم نداره ها. مؤمن اگر در مقامی است که هنوز خالی نشده از نفس، این مقام بهش نمیدن. این که حضرت به عنوان بصری فرمودن اگر میخوایی ما دستتو بگیریم به تو علم بدیم، قلبتو نورانی به علم بکنیم، اول باید از محیط نفس بری بیرون، باید بنده بشی، عبودیتو در خودت محقق بکن، دنبال مراء و جدال و اثبات خودت نباش، وقت ما به تو علمی میدیم که چراغ دیگران بشه، دیگران هم وصل به امام کنی. ولی اگر کسی بخواد استفاده کنه از علم به نفع خودش و دیگران رو دعوت به خودش کنه، محور بشه، به او علم نمیدن، به او مقام محمود، مقام شفاعت و دستگیری نمیدن. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على